سلام، خوش اومدید به کانال خودتون تو یوتیوب. قبل از هر چیزی لایک کنید این ویدیو رو، سابسکرایب کنید چنل رو و زنگوله رو بزنید. این بزرگترین کمکیه که میتونید به من بکنید. خب تو این ویدیو نقد و بررسی میخوام یکی از آهنگای مورد علاقه خودم رو نقد و بررسی کنم، آهنگ سرپام از شایه به همراه حسین یا هم حسین البیس سابق، که فکر میکنم سومی یا چهارمین همکاریشون بود این ترک و یکی از ترک‌های مورد علاقه خودم همونجوری که همون اول گفتم. خیلی توضیح خاصی نمیدم، فقط میگم که پرودوسر کار محمد رضاییان بوده که با شایعه مدتی همکاری داشته و چند تا ترک با هم دیگه دادن و میکس و مستر کارم با شروین رادفر بوده که جز قدیمی ها بزرگای این کاره و خب کیفیت کارش هم قطعا تو موزیک گوش میدید و متوجه میشید که دارم چی میگم. و این ترک سال 2017 اومده بیرون توی آلبوم کوتاه یا ای پی ناقابل از شایعه، که خب شایعه اگه دنبالش کرده باشید یا راجعش بدونید چند تا، فکر میکنم دو یا سه تا آلبوم کوتاه داره اگه اشتباه نکنم، که هر سه تاش که کرم فکر میکنم، دو به شک ناقابل و اسم اولش یادم رفت، همشون جزء واقعا آلبوم کوتاه خوبن که توی لیست بهترین آلبوم کوتاه هم من آوردمشون. اون ویدیو آلبوم کوتاه این ندیدید میتونید از بالای ویدیو لینکش رو بزنید و ببینید. خب بریم مستقیما سراغ موزیک و لیریکس موزیک من میارم رو صفحه و بریم گوش بدیم ببینیم چیه این آهنگ سرپام از شایع حسین به همراهی کنیس. حالا راجع به کنیس هم توضیح میدم. سر تو که میندازی پایین فکر بکنن خبریه، چوب لا چرخشو نکنی دور میگیرن. خب 17 ثانیه اینترو موزیک گوش دادیم، خالی موزیک خالی، چیزی که توی رپ فارسی دو تا دسته داره، دسته موافق و مخالف. دسته موافق، موافق اینن که یه بخشی از اول بیت باید خالی بره تا حالا حالت کچی پیدا کنه واسه شنونده، یعنی همون حالتی که جذب موزیک شه، و یه عده مخالفن، یه عده از مخصوصا نیو اسکولا، و میگن این فضای خالی باعث میشه که خیلی از کسایی که میخوان گوش بدن موزیک رو بزنن جلو، یعنی هدر میره. حالا نمیتونم نظر قطعی بدم، به نظرم تو بعضی ترک‌ها واقعا لازمه و بعضی ترک‌ها به نظرم اضافه است، ولی اینجا واقعا 17 ثانیه که برای شخص من برای اولین بار که شنیدم یادم حتی خیلی جذاب و حال بود. و بعدش یه اینترو از محمد شایعه داریم، همونطور که شنیدید سرتو که میندازی پایین، حالا کاملش گوش میدیم. سرتو که میندازی پایین فکر بکنن خبریه، چوب لا چرخشو نکنی دور میگیرن. جز خویشون ما هم خبر داریم. خب یه اینترو خیلی به جا، کوتاه و تاثیرگذار که برای ادامه موزیک بازم حالت کچی داشته باشه و شنونده رو جذب کنه. البته تو سال 2021 که امروز روز دومش در واقع هستیم و من دارم موزیک رو نقد میکنم بعد از هلوش 4 سال گذشتن، شاید یکم خسته کننده به نظر برسه که شما تقریبا 32 ثانیه از موزیک 4 دقیقه ایت هنوز به موزیک اصلی نرسیده، یعنی هنوز به اون قسمت حالا رپ قضیه که طرفدار اصلی معمولا پی اونن نرسیده و بیشتر هم حالت شاخوشونه کش نداره. از همون اینتروش میشه فهمید که موزیک حالت گنگستر رپ داره، یعنی تو ژانر گنگستر رپ خونده شده. و میگم اینا هم باز دو مدل طرفدار داره، طرف که یه مدل دو مدل برخورد باش میشه، یه مدل طرفداری یه مدل هم انتقادی، که میگن مثلا شاید این مدل دیگه خیلی اولد سکول و خیلی قدیمیه. اما متن و محتوای این اینتروی که شایعه گفته در واقع یه به نوعی محتوا چکیده کل ترک، در رابطه با کسایی هستش که خونده شده که به نوعی بدخواه حساب میشن تو رپ، منتقدای الکی یا حالا بدخواه، و تو حالا ادامه تو کل ورسا میشویم که چی میگن. ما هم خبر داریم. زدم پشتم هر بار درست و جپم باز، دیدن بازم بس نیست
دیدم بازم سرپام، خوبه حالم هنوز سرپام، گل کردم من سمت فردام، رامو بستن چیدن دیوار بساسی یا به نوبت این بار. خب یک دقیقه و 6 ثانیه از ترک گذشت و ما یه کورس خیلی 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 کچیتر از اینترو خالی، اینترو شایع شنیدیم. فکر میکنم اولین اینتراکشن اصلی من با کنیس بوده این ترک، یعنی اولین بار بود که متوجه شدم که بلا کنیس داره میخونه و صداش توجه کرد و مدل خوندنش هم موقعی که این ترک ریلیز شده بود. و میتونم بگم 4 سال بعد از ریلیز شدن این ترک هنوزم برای من جذاب ترین قسمتی که از جذاب ترین قسمتاش، حالا میگم دو قسمت جذاب دیگه اش کجاست، دیگه از جذاب ترین قسمت های این ترک همین قسمت کورس که البته نمیدونم حالا این پس این همخوان و پس همخوان که اینجا آورده برای چه اساسی آورده شده. و یه چیزی که خیلی جالبه جدا از کیفیت فوق العاده بالای صدای کنیس توی این کورس، لول صدای همسان کنیس و شایعه که حالا هنر میکس و مستر کارشه که گفتم شروین راتفره، که شما به قدری از نظر کیفیت وکال، کیفیت و ولیوم صدایی که داری از دو طرف از دو تا خواننده میگیرید یه همسانی حس میکنید که توی چندین و چند بار شنیدن اصلا با هم دیگه ترکیب میشه. یعنی زمانی آدم من خودم فکر میکردم، گاهی اوقات فکر میکردم خود شایعه داره میخونه اینو، انقدر جالب میکس شده. و یه نکته دیگه اینجا اینه که توی قسمت حالا اول کورسش میگه درست اوج پرواز دیدم بازم سرپام، حالا این دوتا قسمت ثابت کرد که نیاز نیست صرفن و صرفن حتما قافیه یکی و چف باشه توی کورس، چیزی که امروز خیلی مطرحه. و به نوعی مدل خوندن و تغییر لحن ملودی که کنیس توی کورس این ترک پرواز و سرپام رو کاملا با هم دیگه هم قافیه کرده، با اینکه اصلا هم قافیه نیستن. و استفاده از پس آسیاب به نوبت این بار یکی از ضرب المثل‌های قدیمی و غنی رپ فارس، ادبیات فارسی توی این ترک، باز منو میونه این چیزایی که من خودم همیشه نکات ریزی که حال میکنم توضیح بیشتر نمیدم. بریم پس آسیاب به نوبت این بار، خوبه حالم چرا بد دیگه ها، هنو شب و پم میشه بال، دوتا میان قد چنار کم کار کرد صندوق دستگیره دار، رفیقا هم همه وحشی و هار، بگو چیش کمه قابو ببین تصویر سال فاز نست. دو تا چیز دیگه با توجه بشه تا ازش نگذشیم. یکی این که موقعی که کورس کنیس شروع میشه بیت و میکس بیت به نوعیه که دقیقا کیک اصلی همون لحظه میخوره، و دوباره تو قسمتی که ورس حسین شروع میشه بیت مطابق با شروع ورس تغییر میکنه، چیزیه که حتما حتما تو موزیکای رپ اگه دقت کرده باشین این رعایت شده باشه، مخصوصا اگه لحن شروع و مدل خوندن خواننده به نوعی باشه که باید سوار بیت بشه و اینا رعایت شده باشه، خیلی تو جذب شدن شنونده تاثیر داره. و نکته جالب ترش اینه که امروز که داشتم این ترک رو چند بار گوش میدادم که حالا آماده شدم واسه نقد و بررسیش، خیلی منو یاد ورسا و مدل خوندن دریک توی این چند سال گذشته انداخت. یعنی احساس میکنم حالا نمیدونم حسین تاثیرپذیری داشته ازش، یا یعنی اینکه حالا مدل پرودوس یه سری از کارهایی که حسین انجام شده واسش خیلی واسه شاید نزدیک بوده. و به هر حال این اوپنینگی که ما اینجا داریم میشنویم منو خیلی خیلی یاد دریک انداخت، نمیدونم چرا، واقعا نمیدونم چرا، ولی شباهتایی داشت واقعا واسم. تو خب تو بخش اول حسین چیز خاصی نمیگه، تو از دور و برش تعریف میکنه، حالا میگه دور و بر ما همچی خبرهایی، دوتا کم کارکرد صندوق دستگیرها منظورش حالا در اضافه یعنی که اطرافشون حالا هر چیزی. و میگم رفقا من وحشی ها چیش کمه او ببین تصویر سال، یعنی این چیزی که مدلی که من دارم زندگی میکنم و کارهایی که من دارم میکنم چیزی که دیگه بیشتر از این وجود نداره و این تصویر رو قاب ساله. رفیقام هم همه وحشی و هار، بگو چیش کمه قابو ببین تصویر سال فاز، نصیحتم نگه یکی گرف رومو بری دوتا تز زادیم خود یارو رفت زیر بار، نه دیگه به من امیدی نی، من بعدم دنیامو میبینم تو جلو بینیم تو هر برخواستم. خب فاز نصیحتم نگه یکی گرف رومو ولی دوتا تز زادیم خود یارو رفت زیر بار، توی جنیس اینو به هیچ کس رفت داده و من با اینکه اولین باره که دارم لیریکسش رو خودم نگاه میکنم ولی منم خیلی احساس میکردم که این ترک مخصوصا ورس، حالا آخرش هم میگم ورس
حسین به نوعی تیکا، یعنی به نوعی کنایه‌آمیز نسبت به سروش، یعنی دیسترکت نیست ولی به نوعی انگار مثلا یه نامه سرگشاده طوره نسبت به سروش، چیزی که من احساس میکنم. و این سویچ فلوی که تو قسمت ندیگه من امیدینی میزنه یکی از سویچ فلوی مورد علاقه هم توی رپ فارسیه. ندیگه به من امیدینی، ببین تصویر سال فاز نصیحتم نگی، یکی گرفتم و بری دو تا تزادی خود یارو رفت زیر بار. ندیگه به من امیدینی، من بعدم دنیامو میبینم تو جلو بینیم، تو هر بار خواستم تو اوج برم پروازی رخ بدم کندم برامو یه مش مفت چینی. ببین اصلا فاز نال پالنی، بیا والا تر زندگی که جاودانه نی، همی آرام کرده یعنی جوری بارم آبور که میتونم درارم بذارم اینو لای پاشی. بدم کندم پرامو یه مش مفت چینی. این ترک زمان خونده شده، یعنی بعد از ترک صبح زور شهر که در واقع دیسترک بوده به صبح زور شهر خونده شده. و خب اون تایم حسین صبح زور شهر رو داد بیرون و سگانه صادق رو داد بیرون، سگانش با صادق رو داد بیرون، کلن ترک هایی داد بیرون که خیلی هیت شد و احتمال و همون موقع اون انتقادا و اون استوریایی که اصلا هیچ کس براش اومد به وجود اومد و احتمال داره که اینجا که میگه هر وقت خواستم تو اوج برم و پروازی رو خودم ازش همین باشه، یعنی هر وقت که من تو اوج رفتم و کار خوب دادم بیرون و دوباره شهرتم برگشت به اون سطح بالاش، یه دفعه خواستن که منو زمین بزنم مثلا. در کل مفهوم این آهنگ مفهومش دقیقاً مقابله با بدخواه همون چیزی که توی اینترو گفتمه. و چیزی که توی ورس چون نمیتونم تیکه تیکه دقیقا بگم، چیزی که توی ورس حسین واسه من جالب و جذاب توی این ترک چند تا سویچ فلو خیلی جالب و جذابه که یکیشو گفتم و مهمتر از همشون به نظر من رایم اسکیم خیلی متفاوت و باحال و فلوی کاملا اوریجینال این ترکه که درسته خیلی خیلی شاید نزدیک باشه فلوی حسین به خاطر توناژ صداش، ولی مدل رایم اسکیمی که تو این ترک چه توی این ورس چیده کاملا خاصه و خیلی 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 تکنیکیه، خیلی جاها تغییر میکنه و اصلا شما رو، یعنی اصلا اگه شاید همین مدل رو با همین ابداعاتی که انجام داده سه برابر طولانی ترم میکرد اصلا متوجه طولانی بودن و خسته کنندگیش نمیشد، چون خسته کننده نیست واقعا به خاطر اون نوآوریه که داره. افسم بس چرت مسته ده آرمان و ارس بر چرت که دست به اینو گذر زمان و سمیه و تو وقتی اون چهره تو کرچی کسته ده تو این جماعت. خب باز اگه بخوام به ورس توجه کنم، میگه ته آرمان و ارس بر چرت که دسته، بازی از استفاده از یه عبارت غنی ادبیات فارسی. چرک دست معمولا کنایه از پول توی ادبیات ما و میگه ته همه آرمان ها اهداف های بلند، هدف های خیلی خیلی بلندی که تو زندگیتون از بقیه میشنوید یا حالا شاید تو کتاب ها میخونید همش برای پول بوده. حالا این میگم چیزی که حسین گفته، من نمیگم. و خب میگم جالبه از نظر استفاده از ادبیات حسین همیشه قوی و قوی بوده. تنگ شده دلم برای سلامت جه، تو دیدن که تو منم شمامت شه، ساختم من یادم در حالت جنگ، این ورا هوا پس بد چون جنگل ورا در من زدم، این ورا هوا پس بد چون جنگل برادر من. باز استفاده از یه عبارت غنی فارسی، پس بودن هوا به معنای بد بودن اوضاع شرایط. و در آخرین نقطه آخرین مصرعش هم که گفتم احتمال میدم با سروش بوده باشه همینه، چون میگه چون جنگل برادر من. اولا که استفاده از کلمه برادر من نشون میده که کاملا منظورش با، یعنی با عموم نبوده، با یک شخصی بوده که مذکره و حالا یا بدخواه بوده یا شخص مشخصی بوده. اما وقتی میگه چون جنگل برادر من، همیشه موقعی که ترک گوش میدادم احساس میکردم که این جنگله منظورش میتونه دو تا چیز باشه، یکی قانون جنگل یعنی بی قانونیه و دوم جنگل آسفالت یعنی خیابون، یعنی به نوعی منظورش مثلا میتونسته به سروش باشه. میگم اکثر این به قول گفتنی برداشتایی که میشه خیلی اوقات و 99% شاید شخصی، مگه اینکه کلو یا سرنخ خیلی خیلی مشخصی خواننده گذاشته باشه، ولی برای من تو اون زمانی که این ترک اومد داشت، حالا هوایی که داشت خیلی نزدیک بود به اینکه کنایه هایی بوده باشه به سروش شکست. دیدن بازم بس نیست، دیدن بازم سرپام خوبه، حالم هنوز سرپام، گله کردم من سمت فردام، رامو بستم چیدن دیوار، بس
احساسی یا به نوبت این بار. واقعا بازم میگم به نظر من یکی از مهمترین و قوی ترین قسمتاش و شاید از نظر شخصی من قوی ترین قسمت این ترک قسمت کورسشه که کنیس خونده، کنیسی که 4 سال بعد یعنی همین سال گذشته آلبومای همکاریایی داشته با مرات هیدن، با زخمی تو آلبومش، با مرات هیدن تو آلبومش و فکر می‌کنم یکی دو تا سینگل و تو آلبوم فکر می‌کنم تو آلبوم دابل آلبوم اگه اشتباه نکنم بود فکر می‌کنم و 100% از آینده دارهای موزیک فارسی، حالا چه تو رپ چه هر سبکی خواد کار کنه و آلبوم خودش هم فکر می‌کنم به زودی قرار بیاد بیرون و مطمئنم با این فرمون و مسیری که گرفته قطعا موفق میشه. بالاخره دیدیمه دوشه خود فکر بکنی کلا سر کی میره جلو مردم شیری بعد گیریمه خر باراشم چه شمه میگیره ببینه چی و سلش نیست نمیت بدم متنفر کی هست کی میگی چی هستم کی میده چی نست نمیدم در میرسیم به ورس محمد شایع. به جرات میتونم بگم این ترک و ورس محمد شایع یکی از امیدواری های من بود اون موقع به تغییراتی که تو رپ فارسی به وجود اومد، به خاطر اینکه خیلی تکراری شده بود فضای موسیقی و موزیکا و من یادم با فلو محمد شایع تو این ترک شاید یه شب تا صبح نخوابیدم، مثلا اینجوری بهتون بگم نمیخوام تعریف بیش از اندازه بکنم، شاید توی سال 2021 این یه چیز خیلی معمول عادی به نظر بیاد، من دارم تو زمان بررسی یعنی برمیگردم به اون زمان و این داستانو میگم. مرمز شایع فلو کاملا اوریجینال تو این ترک خونده، یه سویچ فلو خیلی خیلی باحال داره به نظر من. قسمتی که همین الان دوباره یکم میزنم عقب تام میشنویم از قسمت ببین حاجی وصلش نیاسن تا قسمت نمیدم ترتیب هستن، مدلی که انگار خودش آرتیست و خود رپر داره با شنونده صحبت میکنه، یعنی یه شعر نیست، انگار یه دیالوگ بین یه مونولوگ بین رپر و شنونده، یعنی من شنونده میتونم مثلا جوابشو بدم حتی، چون که به ترتیب بیت‌ها رو به هم میریزه و مصرع میکنه و هر مصرع جای بیت نقش یک بیت رو بازی میکنه، چون حالت نوشتاری پیدا کرده. نمیدونم تونسته باشم درست توضیح بدم یا نه، و خودم با این قسمتش خیلی حال میکنم هم از نظر تکنیکی هم از نظر نوشتاری. آراشم چه شمه میگیره ببینه چی و سلش نیست نمیت بدم متنفر کی هست کی میگی چی هستم کی میده چی نست نمیدم ترتیب هست تا بالا نگیره آش واسه هیچگی نمیپزم حواسم شیشتون به زندگیمه نمیخور. یه سویش فلو رو حواسم شیشتون به زندگیمه با کیکی که رو بیت میره و تغییر میکنه و میگم هنر سازنده بیت مامان رضاییان و هنر میکسر کار شوین راتفر کاملا مشهوده و خب این ملودی خیلی عجیب غریب و باحالی که پشتش پله میشه و بیتی که اونقدر پیچیده نیست، یعنی اونقدر لاین نداره، همه میدونن طرفدار بیتای ساده ام با لاینای کم و لذت بخشه برای من، چون هم میتونه آدم از بیتش لذت ببره هم میتونه از ورس لذت ببره از آرتیست رپر لذت ببره، در واقع یک سویه نیست آهنگش. بهتون کاغذ و جر بدینش نمیدونم این پرچم کی سفیده و کش کارت کدوممون تو کتف کیه پس الان تا هر وقت سرم و گذاشتم زمین و رفتم از دست هستم بهم بگو کمتر از سر یکی یه رو سپورت تو شهر رگشتم حالا دیگه با تو تصمیم عواقبش اینه که نامو وسی به پیچو ها کفش ما با تو ورچی ما تو خودمونیم و هیچی کم و کسی نه بهم نگو خانه وش راهایی یا رفتیم که متر به مچاله داشت بودنه که بودش قال ما برا چه قتال داریم و زدن تو حال ما. و این تموم شدن ورس در کنارش اون صدای سمپلی بومی که آخرش میاد در واقع انگار دفتریه که بسته شده و حرفیه که زده شده و حالا کنیز به عنوان راوی داستان میاد و اون کورس فوق‌العاده زیبا و باحالش رو میخونه و پرونده این ترک رو میبنده. زدم پشتم هر بار درست و جپرم باز دیدن بازم بس نیست دیدم بازم سرپام خوبه حالم هنوز سرپام گله کردم من سمت فردام رامو بستم چیدن دیوار بساسی یا به نوبت این بار. خب تو اوترو این ترک ما یه به نوعی سولو پلی داریم از بیت بدون هیچ شعری که به نظر خودم شخصا اونقدر جذاب نیست که مثلا یعنی به اندازه خود ترک اونقدر جذاب نیست و
خیلی باحال‌تر میشد ترک رو به نظر من. بس یعنی من اگه بخوام به یه جای این ترک انتقادی داشته باشم به اون قسمت آخرش، چون معمولا موزیکای آکوستیکن که سولو دارن تهشون، و موزیکایی که الکترونیکن خیلی کم پیش میاد، مثلا تو هیپ هاپ به ندرت میبینید این موزیکی ترش اینجوری سولو بره. و به نظر من میگم اگه به یه جا میتونستم انتقاد بگیرم همون قسمت اضافه انتقادش بود که میتونست یه به نوع دیگه ای تموم شه. این از این. گوش کنید به ترک سرپام از ممرزا شایع، حسین و کنیست. توضیحات کامل رو دادم وقتی که طولانی هم شده ویدیو. سرپام جز ترک هایی که من به نوشتارش ایراد خاصی نمیگیرم. قافیه ها به نوعی نوشته شده و رایم اسکیم به نوعی که جایی افت قافیه نداره، فلو ها اوریجیناله و جایی شما این مدل فلو رو دیگه از آرتیست نمیشنوید و نشنیدید. و ایده ترک ایده خیلی جدیدی نیست، شاید بارها چون گنگستا ترک ها اینقدر زیادن که معمولا ایده هاشون همه تکراریه، اما پروداکشن کار فوق العاده تو لول بالا، والیوم صدایی که دارید از هر آرتیست میگیرید از سه تا آرتیستی که تو این ترک هست به نوعی تنظیم و میکس شده که شما هیچ کدوم رو مشخص‌تر از بقیه نمیشوید، به جز جایی که حالا شاید اون رپرا یعنی حسین و شایع با سویچ فلوهاشون شما رو جذب‌تر میکنن به شنیدن آهنگ. این از این. امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این ویدیو و از این مدل ویدیو. اگه خوشتون اومده حتما 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 لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید. نظرتون راجع به ترک سرپام از حسین و شایع بگید. همه نظرها رو میخونم و خوشحال میشم که نظر بدید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.